یعقوب فصل دوم. ای برادران، ایمان شما به عیسی مسیح خداوند جلال با ظاهر بینی و طرفدار نباشد. اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیر با لباس پاره نیز وارد شود و شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگویید بفرمایید بالا بنشینید و به آن شخص فقیر بگویید در آنجا بیست و یا در اینجا روی زمین پیش پای من بنشین، آیا با این عمل در بین خود طرفداری نمی کنید؟ و آیا قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. مگر خدا فقیران این دنیا را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند و وارث آن پادشاهی باشند که او به دوستداران خود وعده داده است؟ اما شما به فقرا به احترامی می کنید. آیا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را به پای میز محاکمه نمی کشند؟ و آیا آنها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است به حرمتی نمی کنند؟ اگر شما حکم شاهانه ای را که در کلام خداست و می فرماید امسایه خود را مانند خیش دوست بدار به جا آورید، کار نیکو کرده اید. اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آنها طرفداری می کنید، مرتکب گناه شده اید و شریعت شما را به عنوان خطاکار محکوم می نماید. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، بازم در مقابل تمام شریعت مقصر است. زیرا همان کسی که گفت زنا نکن، همچنین گفته است قتل نکن. پس اگر تو از زنا پاک باشی ولی مرتکب قتل شوی، باز هم شریعت را شکسته ای. مانند کسان سخن گویید و عمل نمایید که خداوند بر اساس این شریعت آزادی بخش درباره آنها قضاوت می کند. چون خدا بر کسی که رحم نکرده رحیم نخواهد بود، ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب خواهد شد. ای برادران، چی فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگوید به سلامت بروید، انشالله خدا خوراک و لباس برساند، چی چیز فایده آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله اعمال خیش به تو ثابت می کنم. تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارن و از ترس می لرزن. ای مرد نادان، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ پدر ما ابراهیم به خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد نیک و عادل شمرده شد. میبینی که چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. و کلام خدا که میفرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش عدالت شمرده شد، تمام شد و او دوست خدا خوانده شد. پس میبینید که چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیله اعمال خود عادل شمرده می شود. همین طور راهاب فاحشه نیز با اعمال نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است.